در ادامه برنامه خوش آمدین و عزیزایی که آمادگی به طرف رفتن به کار را داره، انشالله که برکت در هر کاری که انجام میتن امروز باشه. ما میزبان مهمانای بسیار عزیز هستیم. جناب عبدالباقی بارکزی، ترینر باسکلونی از ولایت فراه تشریف آوردن در برنامه ما و در کنارش اسمت الله جان، کسی که در این رشته قهرمان است و نام خدا، از فعالیت هاش صحبت میکنیم و از مدال ها و تقدیرنامه هایی که گرفتم صحبت میکنیم. پس چقدر خوب است که با ما همراه باشین شما عزیزان. همچنان سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. امیدوارم صحتمند باشین. بارزه سلام، صبح شما هم بخیر. اول سلام تقدیم میکنم بر شما و همچنان به برنامه شما و کسایی که ما را از پرده تلویزیون یک بیننده هستند، یک سلام خاص به همگی تقدیم میکنم. سلامت باشین اسمت الله جان، خوش آمدید. خوش باشین، زنده باشین. یک سلام گرم برای شما و تمام همکارایتان و کسایی که از پرده تلویزیون ما را میبینن. سلامت باشین، خوشحال هستم که امروز شما را در برنامه در کنار خود داریم. جناب بارکزی صاحب، در اول اگر صحبت را با شما شروع کنیم که از ولایت فراه تشریف آوردن کابل به خاطر مسابقاتی که در اینجا برگزار میشد و چند ولایت شما صحبت کردن و قرار بود که اسمت الله جان در این مسابقات شرکت کنه و بایستری نرآمدن، در اول اگر بگیم که ولایت فراه در قسمت ورزش چقدر تانسته که خودشان را بر ادای بالا برسانه و کدام ورزش ها بیشتر در ولایت فراه فعلا وجود داره و کسایی هم هستن که ورزش میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شما بسیار خوب، در ولایت فراه بسیار ورزش ها هستند، ورزش های رزمی هستند، در بخش طبقه خانم ها ورزش هستند، رشته های مختلف در از او فعالیت دارند، مثلا در کاراته هستند، تیکاندو هستند، یکی که بخش بانوان باسکل ران تقریبا ما 6 دانه باسکل ران خانم ها دارن که فعالیت دارن، در رشته باسکیل و در رشته فوتبال و باسکتبال و همه رشته، تقریبا همه رشته را ما در ولایت فراه فعالیت دارن میکنن. و ولایت فراه در حدود چند سال پیش در گفته شما که چقدر فعالیت داره، فعالیت های بسیار خوب داره ولایت فراه. در ضمن از او ما استاد کاراته هم هستم، در رشته کاراته هم کار میکنم، مسئول فدراسیون یا رئیس فدراسیون ولایت فراه هم هستم، فدراسیون باسکیل دیگه. به خاطر از اینکه ما در حدود 7-8 سال مقام اول در سطح کشور داشتیم در رشته کاراته دیگه، کوشش بازی میکنیم که انشالله بتونیم که در رشته باسکیل هم فعالیت های خوب داشته باشیم، مقام های خوب بگیریم. بسیار عالی. اسمت الله جان، چند نفر شرکت کرده بود از ولایت فراه در مسابقات و مسابقاتتان از کجا شروع شد؟ از ولایت فراه ما 4 نفر شرکت کرده بودیم دیگه. مسابقه از جلال آباد شروع شد، به ماهیپر ختم شد، بعد از کابل رفتیم به کاپیسا، از کاپیسا رفتیم به پنشیر، از پنشیر باز آمدیم پروان، شب در پروان گذراندیم، بعد از آن هم از پروان تا کابل آمدیم. مسافه ایزی 390 کیلومتر بود. 390 کیلومتر. توقف هم داشتن دیگه؟ بله توقف داشتیم. بله یک روز توقف، امروزی که مسابقه بود، مسابقه که خلاص میشد توقف بود تا فردا صبح آن. دیگه باز فردا صبح شروع میشد تا که ختم میشد مسابقه. خب بارکزی صاحب، چقدر امکانات مهیا شده بر جوانایی که در ولایت فراه هست و مخصوصا در قسمت باسکل رانی؟ فدراسیون باسکل رانی چقدر برشان آماده کرده باسکل و تمام تجهیزاتی که نیاز است برای ورزش؟ والا این دو گپ است که ما در ولایت فراه به خاطر هر چیزی که امروز ما در مسابقات جوانا را آوردیم، مسابقات می اینا رو تمام از جیب شخصی خود ما اونجا مصرف میکنیم. فقط ریاست تربیت بدنی و ورزش و ریاست فدراسیون باسکیل بر ما یگانه چیزی که کردن همی رفت و برگشت ما را اما مصرفش میده. در کل ما حتی باسکیل های خود که امروز مسابقه کردن بچه ها، اونا را ما از ولایت فراه انتقال دادیم آوردیم از این مسابقه. خب ما میخوایم که در آینده توجه خواهد، به خاطر از اینکه در حدود 2 سال میشن که ولایت فراه در رشته باسکیل فعالیت شروع کردن، چون با تا دینه شه به مردم بشناسه باسکیل و در ازی ورزش توجه خاص بکنن، به خاطر از این میخوایم که در آینده رشد بیشتر داشته باشه. خب ما در اینجا هم تقدیرنامه هایی داریم و تحسین نامه ها که از جناب بارکزی صاحب هست و هم از اسمت الله جان هست که میشه در مورد اینا شما صحبت کنید، در مورد تصدیق نامه اگر صحبت بله کنید. یک تصدیق نامه که هستن از طرف ولایت پنشیر از تربیت بدنی و ورزش ولایت پنشیر است که جا دارن من
یک تشکری خاص از مدیریت المپیک ولایت پنشیر بکنم به خاطر تقدیر ما کردن، چون ما به ولایت پنشیر هم سفر داشتیم و تقدیرنامه دیگه از طرف فدراسیون باسکیل هستند و از طرف فدراسیون بر ما داده شدن. بسیار خوب، دو تقدیرنامه هستن و واقعا که نیاز هست که آدم باید که تقدیر شود و بعد از قدر مشکلاتی که از ولایت فراه آمدن و طرف کابل و شرکت کردن در این مسابقات کار بسیار آسان نیست. منظر ما بسیار یک کار سختی هست و شهامت ورزشکارای ما رو نشان میده که چقدر تلاش میکنه. اسمت الله جان، میشه شما هم در مورد این تقدیر و تصدیق نامه صحبت کنید؟ این تصدیق هم از طرف مدیریت باسکیل رانی، از طرف المپیک باسکیل رانی برای ما خاطر مقامی که گرفتیم برای ما این تصدیق اونا اهدا کردن. بله. بسیار خوب. چقدر راضی بودی از مسابقات؟ خوب برگزار شد به نظرت؟ امو روال و کیفیت که نیاز بود آیا داشت این مسابقات یا خیر؟ باسکیل رانی خوب بود و کار میخواد، در عرصه باسکیل رانی باید کار شود در آینده ها انشالله که ما هم کوشش مینه که از این مقام های بهتر به فرا بگیریم. بازم خوب بود ولی کمبودی های خود داشت، باسکیل رانی هم بعد از کمبودی های خود کمبودی ها بود و انشالله که رئیس به فدراسیون باسکیل رانی برای ما وعده دادن که دیگه مسابقات انشالله که کمبودی ها هم رفع مینه دیگه. خوب، چندم را گرفتی اسمت الله جان؟ مقام هشتم. بسیار عالی. در بین ولایت بود دیگه، چند ولایت شرکت کرده بود؟ تقریبا گفتن 17 ولایت است، به نظرم 17 16 ولایت اشتراک کرده بود. در کل خوب. و این مدال را هم در مسابقه گرفت؟ این مدال از جناب بارکزی صاحب است به خاطر مقام ولایت فرا. این مدال که است از طرف ولایت است در به خاطر که ولایت فرا در حدود امو چیزی که گفته شدن حدود 16 یا 17 ولایتی که اشتراک کرده بودن کسایی که فدراسیون داشته در افغانستان، ما تناستیم که مقام هفتم از خود کنیم به خاطر همین مدال بر ما تحفه دادن. از بسط ولایت هستن دیگه. بسیار بسیار مقبول و خدا را شکر که هستن کسایی که در امی عرصه تلاش میکنه، زحمت میکشن. و فراه از نگاه امنیتی چطور هست؟ آیا شما میتونین به صورت نرمال ورزش کنین یا خیر؟ خب بخوای نخوای امنیتی که فعلا ما در هر گوشه از افغانستان میبینیم، حتی در مرکز یعنی خود کابل میبینیم که امنیت خوب نیستن. خب به هر حال کوشش میکنن که از می بحرانی که فعلا هست ما جوانا و ما ورزشکارا بتونیم که امیره دور کنیم، یک سال سرتاسری در افغانستان بیان به امید او روز باشن که ما بتونیم از ولایت فرا به خود کابل مسابقات باسکیل راه اندازی کنیم و به خاطر یک امنیت خوب در راه باشن و مشکل پیش نیاد ان شاء الله. این مدال هم فکر کنم از اسمت الله جان هست دیگه. میشه در مورد صحبت کنید؟ در این مسابقات فعلی گرفتنی ده؟ بله، ایر در مسابقات باسکیل رانی که گذشته تیر شد ایر گرفتیم. مقام هشتم را گفتن کسب کرده. بله. مقام اول در بین شما کی گرفت؟ مقام اول از بچه های کابل بود. نامش چی بود استاد؟ به نام چیز زمان بودن. و خود گپ اینه که در ازی یک تقلبی اومدن، باز اول و دوم مصوم شدن، در ازی یک بعضی تخطی های وجود داشتن. یک کسی که ما به تیم ملی افغانستان کامیاب شدن دیگه به خاطر ازی که مقام سوم یک در راند با آخر باسکیل او یک موتر گرفته بود و با خاطر همی سر ازی بحث هستن ببینیم که چی میشه که کی رای دیگه پیدا میکنه به عوض از او که برین به تیم ملی. بسیار خوب، بسیار عالی. همگی تان جا افتخار هستن و ما همیشه گفتیم که ورزشکاران ما کسانی هستن که افغانستان را با یک چهره نوش به دیگران معرفی میکنن و اینا بجای از اینکه جنگ و نامنی و ناراحتی هایی که در افغانستان است که همه کشورها میدانن، اما اینمی ورزشکارا هستن، پیام آوران صلح هستن که میگن که ما در کنار این همه سختی هایی که در افغانستان هست هنوز هم کسایی هستیم که امید را در دل های همگی جا داره و دعای تمام ملت پشت سر شما هست و همگی دعا میکنه که هر ورزشکار ما در هر جایی که مسابقه داره انشالله که پرچم افغانستان بتونه بلند کنه. پیامی اگر داشته باشین جناب بارکزایی، ما در خدمت هستیم، بفرمایید. سلامت باشین. پیام ما از تمام ورزشکارا میستن، طور که شما فرمودین امروز کشور که شناختن همین ورزشکارا به کشورهای دیگه شناختن، امید آرزوی او روز داریم که یک به کشور ما یک صلح سرتاسری بیاین و ما بتونیم به یک صلح و آرامی این ورزش خورا ادامه بدیم انشالله. اسمت الله جان، خودتان پیامتان؟ پیام این است که اولتر از همه خوب باید در کشور ما صلح بیاید.
بهترین چیزی که ما میخوایم صلح است. اگر صلح نباشه این ورزش و این آن ما نمیتونه در صلح نباشه مناطق ما فرام به شما معلومات است که امن است، ما جاده هایی هم نداریم که کیلومتر های زیاد باشه ما بتونیم تمرین کنیم. که صلح باشه ان شاءالله که ما پیشرفت های زیاد خواه کردیم به جهان، در جهان خواه درخشیدیم دیگه. ان شاءالله که همه پیام ما بود، پیام ما صلح بود. سلامت باشه ان شاءالله. ما هم در آرزوی ازی هستیم که تمام ولایت ما، 34 ولایت ما دیگر امن و راحتی باشه، صلح باشه، ثبات باشه، که ورزشکارای ما همگیشان بتونه به هر طرفی که خواستن ورزش کنه و تلاششان این هست که بتونه نام افغانستان را بلند کنه. وقفه بسیار کوتاه داریم و دوباره برگردیم، در حاشیه را فراموش نکنید و صحبت‌های جالبی که یلدا جان داره.